همکارم مرتاد قاسمفر اینجا در استودیو با ماست. انصافا جواب جالبی داده کریمی بهشون. بسیار فرداد، واقعا جمهوری اسلامی در تمام این سالها علاوه بر همه اون رفتارهای رذیلانه‌ای که با مخالفانش کرده، اصلا با ملت ایران کرده، یک خصلتش و یک صفتش شاید از همه اونها بارزتر باشه و اون هم دروغگوییه. در همه مواردی دروغ میگن به مردم، در همه مواردی دروغ میگن، درباره امنیتشون دروغ میگن، در مورد مسائل اقتصادیشون دروغ میگن، درباره مسائل پشت پرده دروغ میگن، حالا با یک دروغ بزرگی از طرف سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی طرف هستیم که در پاسخ به دانشجویان میگه که آقای کریمی میتونه بیاد داخل. گویا فراموش کرده که همین مدتی پیش بود که یک روح الله زم رو اینها با دروغ کشوندن به عراق و از اونجا بردن و جنازش رو به خانوادهش تحویل دادن، یا تلاشی که برای روبودن روزنامه‌نگاران در جای مختلف کردن، مخالفانشون از کشورهای همسایه رو بودن، اون توطئه‌ای که برای ربودن سفیر سابق اسرائیل در ترکیه بود همین مدتی پیش دستگاه اطلاعاتی ترکیه، یعنی همش یک جوری در واقع پشت دروغ خودشونو پنهان کردن تا بتونن رفتار شیطانی که دارن رو توجیه بکنن. به نظرم علی کریمی بسیار هوشمندانه این رو به انتقال پیکر رضا به ایران که دو روز پیش، خیلی واقعا با تأسف آدم نمیدونه بگه چرا و چگونه میشه اینو توجیه کرد که پیکر کسی که 6 سال از مادرش دور بوده، حالا جنازش برگشته، خانوادهش در فرودگاه میمونن و بعد دست خالی از فرودگاه به خونه برمیگردن و جنازه بچه‌شون رو هم به جایی میبرن که اصلا معلوم نیست کجاست. نه فقط قلم روزنامه‌نگار رو نمیتونن تحمل بکنن، عجیب و دردناک و نمیدونم جالب اگر کلمه مناسبی باشه هست که با پیکر جسد یک روزنامه‌نگار هم نمیتونن تحملش بکنن. پیام جمهوری اسلامی با این کارش اینه که ما نه فقط مالک و صاحب سرزمین شماییم، نه فقط صاحب و مالک ثروت‌های شماییم، نه فقط صاحب و مالک اندیشه شماییم، صاحب و مالک بدن شمای موجود آدم‌های زنده این سرزمین هم هستیم، در این حال ما صاحب تنهای جانباخته شما هم هستیم. یعنی بر خفیه ترین و پنهان ترین بخش های زندگی انسان ایرانی میخواد تسلطش رو با زور و با قلدری نشون بده، به خاطر اینکه تنها سلاحش فقط دروغ گفتنه. این کاری که با رضا حقیقت نجات کردن به جز خشم و نفرت چیزی نیست. من معتقدم که پاسخی است به تمام پژوهش‌ها، مقالات، نوشته‌ها، توییت‌ها و همه فعالیت‌هایی که رضا در تمام این سال‌ها کرد و بیش از همه نوک پیکانش علیه فسادی بود که در جمهوری اسلامی به صورت ساختاری تنیده است، به خصوص به سمت علی خامنه‌ای بود و بیتش، و بیشترین و مستندترین کارها رو در این باره انجام داد. این افشاگری‌ها رو حالا دارن در یک رفتار بسیار رذیلانه و شیطانی با جنازه رضا و با مادری که این وسط اصلا هیچ کاره است و داغدار، دارن با اون انجام میدن و متاسفانه دیدیم که پیام مادرش رو چقدر دردناک بود. بعضی وقت میگن یک دروغ اگر هی تکرار بکنی باور میکنیم. من گمان نمیکنم که اکثریت ایرانی ها باور بکنن، ولی شاید خودشون باورشون شده، اینقدر در مورد رسانه های به قول خودشون معانه حرف میزنن که اینها دنبال خرابکاری و تجزیه و هزار حرف دیگر هستن در ایران، ولی در این حال ساده ترین شبکه های اجتماعی رو هم مسدود کردن، توییتر، اینستاگرام، واتساپ. به قول یکی از همکارمون اگر در ماداگاسکار هم یک رادیوی موج کوتاه باشه، اون هم برای اینا تهدید امنیتی به حساب میاد. وقتی که شما با بنیان هستی در واقع نظامت رو بر اساس دروغ و پنهانکاری میگذاری، حتما بیشترین دشمن تو جریان آزاد اطلاعاته و بیش از همه اونها کسانی مثل رضا حقیقت نجات یا سایر همکاران ما که در این زمینه سالها زندگیشون فقط گذاشتن در یک رفتار صلح‌آمیز، دارن کارشون کار اطلاع رسانی میکنن. الان دلیلی که با کریمی، علی کریمی هم اینطور دارن برخورد میکنن که ما توییتش رو دیدیم، هم دقیقا همین. علی کریمی آمده در جبهه مردم ایستاده و سعی میکنه روشنگری بکنه. هر آنچه که شما نور بر تاریکی بتابونی، تاریکی رو بیشتر هراس زده میکنی. جمهوری اسلامی با این رفتارش ثابت میکنه که عین تاریکیه. ممنونم از تو مرتاد قاسمفر همکارم.